خداوند می فرماید هر مردی که به زن شوهردار زنا می کند وی مرد از ایمان خارج شده است و ذره ایمان در وجودش نمانده است. و در جای دیگر خداوند می گوید اگر مرد به نیت زنا به نزد یگان زن شوهردار یک قدم ماند و خداوند جان او را قفس کند وی به ایمان از دنیا می رود و در روز قیامت همچون نصرانی و یا یهودی بر می خیزد. خداوند این مردی که با دیگر زنهای شوهردار زنا می کند یا با تلفن صحبت می کند یا اینکه به هر راهی که باشد با زن شوهردار رفتار می کند روز قیامت بالای این مرد نصف گناه های بندگانش را بار می کند و به فرشته های دوزخ فرمان می دهد که این را کشاله کرده وارد دوزخ کنید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید شب معراج وقتی که دوزخ را زیارت کردم گروهی از مردها را دیدم که در یک طرفشان گوشت تازه و در طرف دیگرشان گوشت غلیظ بویناک ایستاده بود و آن مردها گوشت های تازه را مانده آن گوشت های غلیظ بویناک را می خوردند. پیغمبر می گوید این حالی مردها را دیدم در حال از جبرائیل علیه السلام پرسیدم اینها که ها هستند که گوشت های تازه را نمی خورند و گوشت های غلیظ بویناک را می خورند. جبرائیل علیه السلام گفتند اینها کسانی هستند که در دنیا زنهای حلال خود را مانده به زنهای دیگر دسترازی یا زنا می کردند. خداوند این طایفه مردها را به این عذاب سخت گرفتار کرد. ای برادرانی که صاحب همسر هستید و قدر همسرهایتان برسید والله قسم فردای قیامت همسرهایتان مسئولیت ندارند، شما مسئولیت دارید و در گناه همسرهایتان شما جواب می دهید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند بهترین جوان جوانی است که زن دارد و بهترین زن همون زنی است که شوهر دارد. خدا کند و برادران و خواهران ما را در زندگیشان صبر جمیل دهد و یک زندگی اسلامی را برایشان نصیب گرداند. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.